خوش اومدید. امشب اومدیم با یه چک جذاب از لیبل آن ریپیت یا یادماشه لیبل بود که کوروش هم پیش چیش که تاسیس کرد و ویدیوهای جذابی ازش اومده تا الان. خیلی هم پرکارن و هی دارن موزیک ویدیو باحال میدن. این چک حالا از پارشا به اسم پلاتا پلومو که یه جوری واقعا من یه تحقیق روزی کردم، بسیار کانسپت گنگ و جذابیه. حالا داستان چیه؟ یه اسلنگ در واقع کلمبیایی اسپانیایی اختم جوی دیاز، متوجه این؟ خیلی خوشحال میشم ما همچین آهنگی داریم ریاکشن میدیم. به هر حال معنیش اینه که آقا یا شما چیزو برمی‌دارید یا این پولو این رشوه رو می‌گیری یکی گوله رو می‌خوری. خب چون پلاتا میشه سیلور یا همون نقره، حالا به عنوان پول، پلوم هم همون روی یا این موادی که توی گوله استفاده میشه. به هر حال چک گنگی بعد باشه بریم با هم دیگه بشیم. فقط قبلش یاد نادید که لایک سابسکرایب زنگ رد من بزنید، هشتگ جای جای رو کامنت ها پاره کنید، بریم که میرو با هم دیگه شروع کنید. پابلو اسکوبار میبینیم اونجا، پلامو اینا همشه؟ آره دیگه کمه داره چرتکه میندازه. بسته اینا کن، یه بسته وید ما اینجا میدیم. خب با کلی پولی که مچاله شده و یه تلفن خراب، خیلی وزن، متوجه تلفن انقدر سیگار توش خاموش کردن. آره آره دراگ دیل با کارتله، متوجه این همچه دستان. آره چرتکه میندازه. من فکر کنم همش نیست، حتما همش نیست، حتما همش نیست، داره رول میکنه دوستمون. خیلی اتفاقا من باید من تکلیف اینا رو شن کنم. اوکی اینجا رو چه چیز جالبی directed by شهروز محمودی، خیلی باحال درش آورده اینجا. مثلا یه چیزی که نوشته شده اونجا، آره استایل همین، اصلا اونجا که نشسته این همین فیلم ها قشنگ اون مواد فروش ها دیدی توش فیلم بریکینگ بد، مثلا اون همونه. دوتا یارو چی کولومبیایی بوده من فلان دراگ دیلره، خب که اولش میکشنش خودش همه رو میکش. نه نه اون آخری ها نمیگم پیر مرده؟ نه نه اون یکی قبلش قبلش اسکوبار. آنسلایس، آنسلایس یه برنده که پار آنسلایس تلا دای آم آن راکی اینا دورا فرم حرف میزن فاکی ایف یو بات دا بوشی آم آن داکی یه چی میپیچم بریم فضا با راکی. آقا جنساشون به هر حال خودشونشون دستشون تو کار جنسای خوبیه. مثلا ببین میگه که آ ایشی خواستم میگم آن اسلایز، اولا که چه تضاد جالبی دیگه، دروغی که خیلی صادقانه گفته میشه. بساده بسیار صادقانه، ما به شما دروغ میگیم، متوجه ای؟ اصلا برند خودشه، اسم کردن پارشا که فکر کنم تو این کنسرت کوروشینا هم خب لباسی که پوشته بودن همین بود. یعنی فکر کنم عکسو نگاه کنین هستش، لباس مشکیه، اینجا شطرنجی داره، اینجا هاشو فلانی حرفا، مال همین برند آن اسلایزه. چم بریم فضا با راکی آن اسلایز تلا دای آم آن راکی خودم سیف ولی کارم خطرناکه واو کش کسی فلی چنسا پاکه پاکه یه چی میدم پک و پاره یه گوشه پشین ساکه. منطقی داره صحبت میکنه، باید کشا، یعنی وقتی جنس ها خیلی خالص باشه و پاک باشه کشش کثیف در میاد، متوجه این منطقی دیگه حالته. جنس هرچی کثیف خرابتر باشه و کش کثیف تر میشه، اونم یه منطقه، ولی آره کلن ولی چونکه قوی داره میگه آجی فاز یه مقدار ممزی طوری ازش میگیرم، متوجه این؟ آره صداش هم یه ذره میاد، قیافه و هیکلم مثلا به نظر آره میخوره بهش. ولی چنسا پاکه پاکه یه چی میدم بکن پاره یه گوشه پشین ساکه got a best Washington pushing peas out of town stacking racks no bank account started selling bought a grim now we're building multi branches manifesting permanent. حاجی واقعیت من فکر می‌کنم با اولا که متن خیلی منطقی رپ داره دیگه، این خیلی گنگ، اسم آهنگ خیلی گنگ بود دیگه، داره متنم داره میگه که آقا ما همه جا کیپ جیال می‌کنیم و از همین رو هم کلی پول درآوردیم، از پایین شروع کردیم، الان خیلی چیزای خیلی قوی و بالا و مثلا مهمی رو منیفست کردیم. منیفست هم همینجوری که آقا یه چیزی تو ذهنت داری، یه ایده، یه فکری، بعد به واقعیت میپیوندونیش. آره بعد انگلیسی هم قوی میخونه، مثلا احساس میکنی آقا یه نفر داره با لهجه فارسی میتونه، خیلی خوب داره اجرا میکنه. نو
بانک کرد. آره نو بانک منطقیه چون که نداری آقا نه نداشته تو دراگ دیلینگ دیگه نباید بانک پولتو بده بانکیان. یعنی آقا اینا کجا بردی؟ جدی فرمایی؟ آره با IRS بدونی که جدی فرمایی شما مثلا فلان میلیون دلار پول داری؟ این پوله کجا بردی؟ تکسش رو ندید آفرین Building multi branches, manifesting perma. روزی بوده کم نیومد تو سینه قم فقط کشیدمش کم رفیقم شد دشمن خالی کرش اون پشمن منم همونو کشتم کلن هم میدونی در واقع الگو این لایف استایل پابلو اسکوبار که اون عکس پوشش داشته یعنی واقعا دقت بکنید داستان رو تعریف میکنه خیلی پابلو اسکوباری هم هستش راضی روزی رو بوده کم که پشت خالی بکنه دیگه بهش سیلور نمیدیم یه راست لیدو بهش میدیم آفرین پابلو اسکوبار وایبم میرسونه یعنی مثلا اینجوریه که مونوتون باشه یه مدل بخونه الان چند مدل داستان رو عوض کرد آره بالی کرد و موزیک داشت با مزه یعنی میدونی نه که با مزه بهش میخوره به همه چیش میخوره مثلا میاد یعنی اکتش باله اون لوکیشنش جذاب بود اون الان اونجا اون نشونه چی اون آی سی کلای که اینجا آویزون بودن نمیدونم شاید اون جایی که اون اونایی که میخوان بکشن رو میدونم اونجا آفرین تو فیلم د جنتلمن اگه دقت کردی نه فیلم د جنتلمن یادته آخرش که یارو بهش خیانت کرد و کردش توی کانتینر سرد درو بس حالا اونم وید میفروختن اتفاقا کار وید بودن نا. بعد گفتش یاجی آره دیگه دست خودتو بکن یا اینکه اونجا میمونی تو بمیری همین حالتی کارم من از دم فرقیم و بله بله فلن همون لکی غصه شما زیر نفهمی که ها که لازم باشه رفت تو بلا که تمس سوت زدم به حتی بلا که تا کف شب بخشی مینه تراکه تو با کل تاکی من میکنم پاکه آجی دیگه وای انتظار نداشتم اینقدر تغییر کنه همون فرمونو میخواد بره با یه مقدار تغییر ولی پشمام ریخ متوجه دیگه اتفاقا من این قسمت شاید تا اصلا پشم نمیتونم بگم بیشتر روز شدم ولی نه یهو ببینی بعد از اون صدای توی گوشی حرف زدنه یهو برگشت این شکلی هست بذار بذار اینجا یه باری این سویچو گوش بکنیم آره یه گوشه بشینی ساکر کفن از دم فاکین و بله بله فلن همون لکی غصه شما زیر نفهمی که ها که لازم باشه رفت تو بلا که تمس سوت زدم به حتی بلا که تا کف شب بخشی مینه تراکه تو با کل تاکی من میکنم پاکه یا اون نسخ منم پلاگه پولا میاد میره نادیاش میگه به کیرت باز پولا یه لحظه احساس کردم حالت بندری شد نه پشمات نری پشام ریخ چقدر تغییر یه سویچ هایی میزنه واسه لسه واسه آرتیست پرودوسر مستر ام پی هاجی مستر ام پی خداییش کارش خوبه یادتون باشه من یکی دوتا حداقل کارو مثلا خودم بدون اینکه مثلا بگم آقا کسی با کسی معروفی کار کرد خود ام پی خودش مثلا من رفتم او عجب کاراییه اومدیم ریاکشنش رو رفتیم اگه درست یادم باشه خیلی باحال بود آره مستر ام پی قبول عبدالرضا فون عبدالرضا عبدالرضا برو بریم پولا میاد میره نادیاش میگه به کیرت باز پولا میاد میره یا پولا پنا بیمه بچس بی دریم بات یو بتر بیلیو دات آی ام آها چطور میتونی انگلیسی رو با این لحن بندری داری بخونی آخه مگه میشه بندری اونقدر نیست نه نمیدونم آخه کلمه دستش ندارم که بگم ایرانی توره خیلی ایرانیه آره درسته ولی میگن ضرب ایرانی مثلا رنگ زرد مثلا حالت وارم دختره هستن بعد وقت پسره که میشه سفید مثلا کلد میشه چی داری میگی دارم چی رسوانده دیگه تغییر کردی اونجا پسرها مظاهر میشن رنگ سفید اونجا قرمز اینجا مثلا آبیه دیگه بیا یه دور دیگه باز کردی If you put the bullshit, I'ma duck it. Yeah, Jimmy be jumping fast up a rocket. Ooh, ooh. I'm a slice of time, I'm a rocket. Yeah,
کن یه اتتودی داره که میگه که کسشر بگی ما اهمیت نمیدیم، فکرم میگه داکت دیگه، میگه اهمیت نمیدیم خب چرا. ولی بخوای چیز بکنی دو در بازی در بیاری اون موقع است که پلومو توجهی پلومو. آره خب خیلی اینجا باحال شد. حاجی موزیکه سه بار سه تا فاز متفاوت داشت خداییش، اگه سه تا و نیم الا چهار تا متوجه چی میگم؟ آره اصلا حوصله سربر نبود. آره. خب بعد لوکیشن عوض شد، انگار مدل اکتا هم عوض شد، متوجه چی میگم؟ بعد انسجام اینکه آقا موزیک با موزیک ویدیو و در واقع تایتل آهنگ همه‌شون برقرار شد. واقعیت نخواهیم مقایسه بکنیم، نخواهیم مقایسه با لیبل، با لیبل های دیگه، خداییش موزیک های خوبی داره بس بخش میشه از اون لیبل. این قسمت آخر ویدیوش با متنش خیلی دوست داشتم، خیلی نظرم بهش مچ بود، گروهی اومده بودن صفحه صفحه. نمیدونم چیه تو میگم، چون از انتظاری که داشتم بیشتر بود خودش، من چون مثلا اون تا وسطاش انتظار دارم اینجور که اوکی فهمیدم از کدوم مدل ترک هست. بعد وسطش کنم او شد مثلا من این مدلی نشیدم، میدونی چیه میگم؟ یعنی این مدلی نشیدم همه این مدل ها توی ترک. خب واسه همین خیلی واسم جذابش کرد. نظر شما چیه بچه ها؟ تو کامنت ها بنویسید اگه خواستید گوش بکنید، لینکش تو دیسکریپشن هست، از میگم از کانال خود کوروش، چون آهنگای لیبل چیز آن ریپیت از همونجا میاد. ولی خب اینستاگرام خود پارشا رو هم میذارم، خواستین چک کنید. گفتم در مورد اون آنست لایک چند بار میگفت داستان برند خودش بود دیگه. دقت کرده بودی اکثر حالا همه لباسایی که استفاده کردن، چه اون ماسکا چه لباس دختره، همه اینا آره چیز آنست لایک شده منطقیه. بچا مرسی که تا اینجا ویدیو رو لایک کردین، لایک سابسکرایب زنگولیاتون نره. گفتم که موزیکال کردیتاش پایینه و تا ویدیو بعدی فعلا.